السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محسنین عزیز، باز هم شما را به برنامه ای اکاونتینگ و فایننس خوش آمدید میگم. در این درس امروزی خواستیم که راجع به بریک ایون چارت برای شما موضوعی را داشته باشم، موضوعی را آماده کردیم که براتون تشریح کنم دیگر ما چگونه میتوانیم بریک ایون پوینت را در چارت نشان بدیم و یا هم در چارت را پیدا کنیم. برای ما ارقام و مقدار داده شده است که ما برایت از او میتونیم چارت را تشکیل بدیم. در قدم نخست چیزی که لازمی است به خاطر تشکیل یا ترسیم چارت، ما باید چی داشته باشیم؟ قیمت را داشته باشیم. سیلز پرایس میگیم برایش، یعنی قیمت ها معلوم باشه که در رویت کدام قیمت ما جنس را میتونیم به بازار عرضه کنیم و همچنان مقدار معلوم باشد. فیکس کاست یا عموم مصارف ثابت معلوم باشه در اینجا که تمام این گزینه را ما یک و یک چی میکنیم؟ در اینجا کار میکنیم که در قدم نخست ما باید عنوان بنویسم بریک ایون پوینت، البته در روی چارت نشان میدیم، درست است؟ در روی چارت نشان میدیم. در قدم نخست برای ما چی داده شده است؟ سیلز پرایس. سیلز پرایس ما داده شده به مبلغ 400 افغانی و همچنان ما اینجا وریبل کاست ما رو باید پیدا کنیم، درست است؟ وریبل کاست ما در تحت وریبل کاست ما چی می داشته باشیم؟ متریال می داشته باشیم، لیبر می داشته باشیم و وریبل اوورهد می داشته باشیم. این سه گزینه است که برای ما داده شده ارقامش. ما یکی گفتیم material است، labor است و دیگه هم variable over head می داشته باشیم. این سه گزینه را ما داریم. material ما هم است چقدر؟ 40 افغانی یا 40 واحد میگیم، افغانی نمیشه، واحد میگیم. labor ما است 100 و همچنان overhead ما هم است 100. مجموعا چقدر میشه؟ 140 میشه، درست است؟ 140 است. ما contribution از اگر دریافت کنیم چی میگیم؟ میگیم sales price، درست است؟ minus یا منفی چی؟ این مجموعی از variable cost که بولد چی میشه؟ contribution ماست که مساوی به 100 چند است؟ این خود 240 شد، 160 نمونه، درست است؟ به این شکل ما کانتریبیوشن شم پیدا کردیم. برای ما فیکس کاست داده میشه، مصارف ثابت داده میشه، چون اگر ما جنس را تولید کنیم، اگر یک واحد جنس را ما تولید کنیم، پس همین ماشین ما در کار است. اگر 100 واحد هم ما بخوایم تولید کنیم، هم این جنس و ماشین ما چی است؟ در کار است. پس این ثابت است، تغییر نمیخورد. در این چیزی که تغییر میخورد چی است؟ وریبل کاست است، یا مثلا مقدار یک جنس ما. زمانی که یک جنس است و در دور دیگر این جنس میتونه زیاد باشه، میتونه کم شه. پس این چه در تغییره، در نوسان است. پس ماشین ما به خاطر افزایش تولید جنس ما، ماشین ما زیاد نمیشه، ماشین ما ثابت میباشه. پس به خاطر میگیم چی؟ فیکس کاست مبلغ چقدر است؟ فیکس کاست ما 60000 داده شده به ما، 60000. این حال ما چگونه میتونیم چی کنیم؟ دریافت کنیم ما چگونه میتونیم بریک ایونت پوینت آف کوانتیتی را دریافت کنیم و همچنان بریک ایونت پوینت آف ولیو را پیدا کنیم. ما تحت یک فرمول پیش میریم که تا بتانیم را خودتر دریافت کنیم، درست است؟ وقتی بخوایم بریک ایونت پوینت را پیدا کنیم چی میگیم؟ این فیکس کاست، فیکس کاست ما تقسیم بر چی است؟ تقسیم بر کانتریبیوشن است. 60000 تقسیم بر چی است؟ کانتریبیوشن ما 160 است. در اینجا ما پیدا کردیم 160 است، مساوی به چقدر میشه؟ 375. این بخش ما شد بخش بریک ایون پوینت کوانتیتی. وقتی ما پیدا کنیم بریک ایون پوینت ولیو را پیدا کنیم چی میگیم؟ انمی بریک ایون پوینت
quantity consists of 75 as ضرب در چی میگیم ضرب در سلز پرایس ضرب در سلز پرایس مون 400 است پس ما اینجا 400 می نویسیم که مجموعا چقدر میشه 150000 میشه بیشتر ما پیدا کردیم چقدر 150000 پیدا کردیم در اینجا تمام گزینه ها دریافت شد اینا میمونه چارت ما چگونه چارت را تشکیل میدیم ما اینجا این بخش پاک میکنم چون تمام شده بعد یک ساعت میاریم میگیم break even point of quantity که بار از چقدر است؟ 375 و break even point of value چقدر است؟ 150 150000 است درست است فیکس کاست ما چقدر است فیکس کاست ما 60000 و دیگه ما چه داریم کانتریبیوشنش هم داریم که سهمیت چقدر می باشه 160 است و دیگه چی گزینه است تمام ازی گزینه ها چی شد دریافت شد پس ما چی میکنیم چهار تا اینال تشکیل میدیم که چگونه ما باید ترسیم کنیم چهار تا گرافش را تشکیل میدیم که ما چگونه بتانیم بریک ایون پوینت یا نام نقطه ای که یعنی دیگر خود را قطع میکنن یا دریافت میکنیم بایش اگر ما چهار تا چی کنیم؟ ترسیم کنیم درست؟ پس ما نقطه صفری ما در اینجا است و کوانتیتی بخش ما مربوط کوانتیتی است و بخش دیگری ما مربوط چی است؟ پرایس است خب ما بخاطر ای که بتانیم نقطه اساسی را پیدا کنیم چی میگیم؟ میگه فیکس کاست ما در قدیم نخست وقتی که هر جنس را تعداد کنیم ماشین ما ثابت است پس باید فیکس کاست ما معلوم باشه بدن باید بعدش چی میزنیم سلز ما یا اون ولیو را و همراه توتال کاست ما دریافت کنیم درست است ای گزینه را یا ای طرف گراف ما را چی میگیم ما باید قیمت گذاری کنیم که هر کدام این زیر مثلا میگیم 50000 50000 بگم 100000 150000 و 200000 بشه کوانتیتی هم 100 200 300 400 100 200 300 400 درست است بشه اینالی ما گفتیم مصارف ثابته چی میکنیم؟ در قدم اینو خود ترسیم میکنیم که او چقدر است؟ 60000 است 60000 ما در اینجا قرار میگه در این نقطه و در هر حالت ما چی میگیم این بخش ما ثابت است تغییر نمیخوره درست است این بخش ما ثابت است و گزینه بعدیش ما break even point quantity را همراه break even point value پیدا میکنیم از ما break even point quantity ما 375 است 375 بود در این نقطه هست پس ما به شکل اگر تقسیمش کرده بودیم و از break even point بعدی ما 150000 150000 مونده این نقطه است به شکل این نقطه است ما چی میکنیم؟ از نقطه صفری نقطه ها را وصل میکنیم با هم دیگرشون که او مربوطی چی میشه؟ سلسیم ما میباشه درست است؟ به این شکل ما ترسیم کردیم که مربوط چی می باشه؟ مربوط سلز می باشه و گزینه دیگری که می مونه او عبارت چی است؟ توتال کاست ما است توتال کاست ما مساویه می گیم فیکس کاست جمع وریبل کاست در اینجا فیکس کاست معلوم است که 60000 است اما
جمع variable cosmos 0 است. فعلا چی نگهیم؟ پس میگیم چی میشه؟ صفر میشه. نقطه صفری ما در اینجا کجاست؟ در اینجا است. پس ما این نقطه را با این نقطه وصل میکنیم که مربوط چی میشه؟ مربوط total cost ما میشه. Total cost ما میشه. این نقطه ها را که شما میبینین این مربوط fixed cost است. درست است؟ و این هم break even point است. Break event point. به شکل ما توانستیم گرافی break event point را چه کنیم؟ دریافت کنیم. امید است که آموزش شما مورد پسند شما قرار گرفته باشه و هر سوالاتی که شما داشته باشین در کامنت بنویسین، ما سوالات شما پاسخگو خواهم بود. و نگفته نماند که چینل ما را حتما سابسکرایب کنید، لایک بکنید و شیر کنید با دیگه دوستان تا بتوانند از آموزش‌های ما استفاده کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.